لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه، با ما همراه خامنه، خیلی خوش اومدین. در ابتدا میشه برامون در مورد دلیل افزایش قیمت دارو و این بحرانی که این روزها میبینیم بیشتر توضیح بدین. سلام و عرض ادب. بله، در مورد افزایش قیمت دارو، بعد از اینکه ارز 4200 رو حذف کردن و گفتن که بر اساس ارز نیمایی ما می‌خوایم به کارخانجات و تولید کننده ها ارز بدیم، خود این یک موضوعی شد برای افزایش قیمت. اما وقتی که پای صحبت داروسازها و کارخانجات و مدیران کارخانجات هم می‌نشینیم، اونها به یک نکته مهم اشاره می‌کنن و اون هم این هست که با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه براشون واردات سخت شده و این هزینه رو و این مجبورن که به واسطه گران اینجا منوط به حضور واسطه گرانی شده و این عملیات بانکی اونها بسیار مشکل شده و خود این با دلیلی شده برای اینکه هزینه اونها برای تولید دارو افزایش پیدا بکنه و از یک سو همونطوری که شما در گزارشتون گفتین، همین قیمت گذاری دستوری باعث میشه که همین کارخانجات داروساز براشون نصرفه بیان و داروهایی رو تولید کنن که بیشتر نیاز اساسی هست. همونطور که الان میبینیم شما سرطانی ها رو اعلام کردین، اما یکی دو روز پیش رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی هم خبر از این داد که بسیاری از دانش آموزانی که مبتلا به بیماری هموفیلی هستند مجبور هستند الان در خانه بنشینن. چرا؟ چون که داروهای فاکتور 8 و 9 اونها تامین نمیشه یا به سختی تامین میشه یا قیمت اونها به قدری بالا رفته که خانواده ها توان تامین اونها رو ندارند. حالا درسته در این میان کمک هایی به اونها میشه، اما انگار واقعا اون کمک ها هم دیگه کفاف تامین دارو رو به بیماری های خاص نمیده. از یک طرف دیگه بیمارستان ها و مراکز درمانی در تهیه دارو دچار مشکل هستند و به همین صورت نمیتونن هم و با بدهی های بزرگ مواجه شدن به شرکت های پخش و تولید که انگار بیشتر از 8000 میلیارد تومان الان مراکز درمانی بدهی دارن. تمام اینها رو میذاریم کنار و میاییم به یه طرح ناپخته‌ای میرسیم به نام طرح دارویار که از سال گذشته اومدن این رو اجرا بکنن و خود این به جای این که بیاد و اگرچه در وقتی که میخواستن طرح دارویار رو راه بندازن، خب هیچ کدوم از داروخانه‌ای ها مدیران توجیه نشده بودن، اما اومدن گفتن به نفع مردم هست و ما میخواییم که در اینجا مردم سهم کمتری رو در هزینه کمتری رو برای دارو بپردازند. اما همونطور که میبینیم برعکس شد. چرا برعکس شد؟ به خاطر اینکه شرکت های بیمه در پرداخت بدهی هاشون، در پرداخت اون پولی که باید به داروخانه ای ها میپرداختند، همونها را هم نمی پردازن، بدهی های خیلی زیادی دارن به داروخانه ای ها و مردم و از یک سو دیگه داروخانه ای ها هم مجبورن این فشار رو به مردم اعمال بکنن. یعنی شما ببینید چه لوپی شده این وسط که در اثر ناکارآمدی هست، در اثر اون عدم حل مشکلات هست یا طرحهای ناپخته ای هست که داره اجرا میشه و از یک سو دیگه تحریمی هست که واقعا دیگه در بخش دارو، ببینید دارو یک مسئله ایه که با جان افراد ارتباط داره، با سلامتی افراد ارتباط داره و الان اخبار زیادی رو داریم. ببینید چند وقت پیش رئیس خانه پرستاران اعلام کرد که میخوایم اتاق، بعضی از بیمارستان ها میخوان اتاقهایی رو تعبیه بکنن برای این که بیماران رو در روند بهبودی، وقتی که دارن بهبودی حاصل میکنن، در اون اتاقها نگه دارن تا وقتی که تسویه حساب انجام بدن. این خودش یک خبر ناگوار هست، یعنی اینکه واقعا انقدر هزینه های درمان چه در بخش دارو و چه در بخش پروسه
عرصه درمان بالا رفته که واقعا اگر اینطوری پیش بره خیلی از بیماران، چه بسا که الان همین موارد وجود داره، از درمان خودشون پشیمون میشن و اصلا قیدشو میزنن و این روند واقعا فکر میکنم اوضاع رو در آینده هم بدتر میکنه با توجه به افزایش قیمت دلار و همین رقم 65 هزار میلیارد تومانی که الان این بودجه رو اختصاص دادن، نصف بودجه‌ای هست، یعنی بیشتر از 105 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج داشتن این صنعت که الان اومدن 65 هزار میلیارد تومان اختصاص دادن، که تازه در این میان بخش تجهیزات پزشکی رو هم که باید مداوم نو بشه در نظر نگرفتن. بله، بسیار متشکرم از شما لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی.